که میاد به نظر میرسه که این بار هشدارها و در واقع اون پیام های هشدار به موقع ارسال شده و از وقوع یک فاجعه جدی در بارسلونا جلوگیری شده برعکس اون چه که هفته گذشته در والنسیا رخ داد تمام ساعات روز گذشته کاتالونیا و بارسلون هشدار قرمز گرفته بود بارندگی شدید بود و خب پرواز ها همونطوری که گفتی لغش تمام خیابان ها پر از آب بود در پارکینگ ها آب جمع شده بود و سوت ها آتش نشان به کمک مردم رفتند که گرفتار شده بودند در ماشین ها در پارکینگ ها اما خب خسارات جانی خوشبختانه نداشت و این گفته میشه که به دلیل اطلاع رسانی به موقع هست هرچند این رو باید در نظر داشته باشیم که اون خساراتی که به زیر ساخت ها در ولنسیا اتفاق افتاده خیلی ارتباطی به پیام نداره بخاطر اینکه خب شدت سیل در ولنسیا خیلی بیشتر بود اما خب فاجعه انسانی میگن که میشد ازش جلوگیری بشه اگر به موقع این پیام ها ارسال میشد این طوفان در حال گذار از بارسلون هستش الان وضعیت در حالت پیش هشدار قرار داره بارندگی هنوز ادامه داره ولی به نظر میرسه که خطر رفع شده در رابطه با آمار مفقودی ها جنجال هایی در دولت به وجود اومده فرناندو گرند مارسو که وزیر کشور اسپانیا هستش گفته این رقم دو هزار یا هزاران مفقودی شرماور هستش در حالی که هنوز دولت اون رو تایید نکرده و گفته که در واقع نقد کرده به خبرگزاری ها مقامات و مددکاران و امدادگران که از همچین رقمی حرف زن و میگه اصلا در رابطه با مفقودی ها فعلا ما نمیتونیم هیچ رقم دقیقی رو ارائه بدیم و با وجود اینکه خب یک هفته از سیل گذشته همچنان ادامه داره کار جستجوی امداد و همچنین کار پاکسازی اما حالا در منطقه ولنسیا هشدار در به خاطر خطر اپیدمی هستش از اینکه نگرانی وجود داره که راکت بودن آب شوی بیماری های عفونی رو داشته باشه اما مونیکا گارسیا وزیر بهداشت کشور اسپانیا اعلام کرد که در حال حاضر هیچ خطر نیست اما سطح هشدار در رابطه با این هم بالا هستش بولونیا